همراه میشیم با بردیا افشین، گزارشگر ما از دبی و محل برگزاری نشست اقلیمی سازمان ملل متحد. بردیا، چه انتظاری از روز دوم نشست سران در کاپ 28 میره؟ همین الان بسیاری دارن لحظه به لحظه رصد میکنن ببینن که رهبران جهان در این آخرین جلسه از سخنرانی های خودشون چی میگن، چه وعده هایی میدن و چه تلاشی میکنن برای عملی کردن اون، یعنی البته به زبان، اما این رو هم باید تاکید کنم که به جرئت میشه گفت این یکی از بی سابقه ترین نشست های اقلیمیه که طی 3 دهه برگزار شده. تا به حال چنین جمعیتی رو نشست های اقلیمی سازمان ملل متحد به خودش ندیده بود. در این مکان پر زرق و برق وقتی واردش میشدیم صف‌ها بسیار طولانی بودن و حالا روشن شده که برگزار کنندگان تعداد شرکت کنندگان رو اعلام کردن، 85,000 نفر، که این بسیاره و بسیار بی سابقه است و به این تعداد افزوده خواهد شد. اما تا این لحظه سخنرانان همونجوری که خودت اشاره کردی خیلی انتظار داشتن که پاپ فرانسیس به اینجا بیاد و اما به خاطر بیماری نتونست پاشو به اینجا بگذاره، اما یکی از کاردینال های ارشد او سخنان او را قرائت کرد. با وجود بیماری، با وجود نبودن، اما از حرارت، شور و هیجانی که کلام پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان داشت کم نشده بود و او درخواستی کرد از جامعه جهانی که با هم همبسته باشن و این بسیار درخواست و احساسی بود. او گفتش که این فرصت در حال از دست رفتن و باید جامعه بشری متحد بین مرگ و زندگی یک چیز رو انتخاب کنند. اما از صحبت‌های عملگرایانه بگم، اولاف شولت صدر اعظم آلمان، اقتصاد بزرگ اروپا، بزرگترین اقتصاد اون قاره، از این گفتش که باید کشورهای جهان متعهد بشن تا سال 2030 که چیزی تا اون موقع نمونده 6 سال که بخوان از انرژی‌های تجدیدپذیر 3 برابر بیشتر استفاده کنن و 2 برابر بهینه استفاده کنن از انرژی ها رو. و به نظر میرسه که این بازتابی است از سخنان دبیر کل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش و همینطور شنیده شده که بیش از 100 کشور جهان میخوان که معاهده ای رو امضا کنن که به همین جمله‌ای که آقای اولاف شولت اشاره کرده بود متعهد بشن، 3 برابر کردن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. تا این لحظه رهبران کشورهای در حال توسعه هم باز هم اشاره شون به نابرابری ها بوده و به رفع اون برای مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی و اونها میخوان از کشورهای توسعه یافته، چون آمریکا که کامالا هریس همونجوری که اشاره کردی به جای جو بایدن رئیس جمهور سخنرانی کرد، از این کشورها بخوان که تعهدات بیشتر مالی داشته باشن و بخوان به این کشورها که بیشتر متضرر شدن از بحران تغییرات اقلیمی کمک‌های مالی عملگرایانه بکنن. بسیار متشکرم از تو بردیا افشین، گزارشگر ما در محل برگزاری